صدر خدمت شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به این برنامه، نماز روزه شما هم قبول. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و از خدای تبارک تعالی میخوایم که انشاءالله اعمال و عبادات همه مسلمین، خصوصا ایرانیان عزیز در ایران و در خارج مرزهای ایران قبول درگاهش قرار بگیره و از جناب عالی و همه دوستانی هم که به مناسبت هفته دفاع مقدس و حفظ به هر جهت اون ارزش ها زحمت میکشید تشکر میکنم و امیدواریم که در این ماه مبارک که مصادف شده با هفته دفاع مقدس بتونیم پاسدار ارزش های متعالی اسلام باشیم انشالله. خیلی متشکرم از لطف حضرت عالی. از اینجا صحبتم رو میخوام آغاز بکنم که جنگ و مناقشه بین دو کشور در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده، اما در دفاع مقدس ملت ما تفاوت بسیار فاحشی رو بین این رخداد و رخدادهای شبیه اون در جهان میبینیم و اون هم حمایت همه جانبه کشورهای متعددی است که فراتر از یک حمایت سیاسی عمل شد. ریشه این موضوع در چیست و به نظر جناب عالی چرا ما مواجه میشیم با یه همچین اقدام همه جانبه که هم حمایت سیاسی ویژه است که در نهادهای مختلف بین المللی آثار اون رو تاریخ ثبت کرد و در خودش داره و در این حال اقدامات همه جانبه عملی رو هم برای اینکه بتوانه به تقویت دشمن ملت ایران منجر بشه شاهدش هستیم و در نهایت هم به خاطر ایستادگی ملت ما و مقاومت همه جانبه اون تسلیم می شود و نتیجه ای نمی گیره. این رو ناشی از چی می بینید؟ ایران ما به عنوان یک امپراتوری از 2500 سال پیش می درخشید و تقریبا امپراتوری ایران از الجزایر یونان شروع میشه تا مرزهای چین. ببینید ما الان در یک بیستم اون سرزمین زندگی میکنیم و حکومت اسلامی و مردم ما برزد به همین سرزمین فعلی بسنده کرد. تجزیه ایران تقریبا از 300 سال پیش آغاز شده و 19 کشور از بدن ایران جدا شد. در اون یک بیستم هم که ایران فعلی باشه آمریکا اومده برزد به عنوان یه ابرقدرت حاکمیت خودش رو اعمال کرده و شاه رو بر رژیم شاهنشاهی به عنوان جاندارم منطقه مسئولیت داده. همه یه بحر داد 60,000 تا مستشار و نظامی هم قبل از انقلاب ارتش ایران رو هدایت میکردن، رهبری میکردن و کار میکردن، کارهای اساسی هم در اختیارشون. منطقه انقلاب اسلامی با اون حرکت عظیمی که بحضرت رهبری عزیز ما به عنوان ولی امرمون ولی فقیه آغاز کردن و ملت ایران تبعیت بسیار ارزنده ای رو که کردن، ای باعث شد چه به هر جهت او 300,000 مستشار خارجی و اون 60,000 تا که در درون این 300,000 تا بودن سقوط بکنن و دستشون از این آب و خاک کوتاه بشه. به هر جهت اونا دنبال این بودن چه به هر جهت حاکمیت 100% اینجا دارن و دیگه کسی نمیتونه رو تکون بده. ولی انقلاب اسلامی که امام فرمودن انفجار نور بود، واقعا انفجار نور بود و اینها رو جاکن کرد و همه منابع و منافعشون رو به هر جهت به نیستی چشون و انقلاب پیروز شد. منتها با توجه به اینکه تمام ارتش ایران، تجهیزاتش، وسایلش، امکاناتش در اختیار آمریکا یا غربی ها بود، حتی اسرائیلی هم حضور داشتن توی این پیکره نظامی ما، اطلاعات بسیار وسیعی داشتن و اینا به زعم خودشون میگفتن ما مثلا یک سال، دو سال اول کار فاتحه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو خواهیم خوند. نظام بدن حدود 60 گروه و دسته ضد انقلاب ما داریم که علیه جمهوری اسلامی اسلحه چشیدن و کار سیاسی کردن. اینا همشون یکی بعد از دیگری شکست خوردن و تا جایی که دموکرات و کموله و منافقین در حد عملیات های مثل فروغ جاویدان به نظام اسلامی ما حمله کردن
خب آمریکایی‌ها اومدن توی این منطقه قبل از انقلابشون چه شکست خوردن؟ توی این دو سال هم با این گروه ها با این برنامه ها دیگه شکست خوردن، دست دادن به یک کودتایی به نام کودتای نوژی. این کودتا رو تقریبا در اصفهان و تهران و همدان و جای حساس مزد نشتش داده بودن به صورت پنهانی و حتی عناصری رو فرستاده بودن که با حکم و پاسپورت و دلار و اینا ما تو اصفهان چه دستگیر کردیم کودتاچی نوژه را پاسپورت آمریکایی داشتن، پاسپورت انگلیسی داشتن. سی یک شهری در سال 1359 از محورهای متعددی چیزی در حدود 1500 کیلومتر همونجا چینا کردن فلش های حمله خودش رو قرار دادن و آمدن پیش. پیش اومدن اینها به همزدی مقدماتی داره که طرحهایی را آمریکایی یا برای مقابله رژیم شاه با رژیم عراق برای قبل از انقلاب داشت اون طرح ها رو یه نسخه داشتن آمریکایی ها به عراق یاد دادن و طرح های مقابله با تهاجم بود که اون اطلاعات رو دادن 22 تا پایگاه اطلاعاتی و مخابراتی که بتونه 20 سیمایی که همش مال آمریکا بود تو ارتش ما بتونه نیروهای مسلح ما رو بتونن شنود کنن به ساعت و به ثانیه بتونن اطلاعات بدن در اختیار عراقی ها گذاشتن قبل از اینا رخ داده است و عناصر ضد انقلاب و عناصری که داشتن فرماندهان لشکرهای عراقی را تا عمق هدفی که میخواستن پیش روی بکنن بردن شناسایی. مثلا در محور دسفول اندیمش تا تنج فنی فرمانده لشکر رو مده سفتست شناسایی کرد قبل از اینکه عملیاتی بشه. قبل از اینکه اصلا عملیاتی بشه زمین من با اون یعنی در حقیقت از شرایط اون موقعی کشور ما سوء استفاده کردن و اصلا ما تو ارتش اون بعد ارتش وابسته به آمریکا بوده دیگه و امکاناتش هم اون بوده. تو این دو سال اولا بعد اون ژنرال ها اون بعد فرمانده ها اون چسان چه رهبری می‌کردن ارتش سه آمریکاییشون سه چسان چه وابسته بودن فرار کردن یا اعدام شدن و رفتن. ارتش به هر زد اون سامانه خودش ها و به هر زد اون توان خودش ها از نظر کنترل و مدیریت و به هر زد فرماندهی از دست داده بود به جهتی که تحت کنترل و انقیاد مستشاران بود و نمیخواست بله، به اصلی همراه مردم نشون دقیقا به هر زد اصلا هدایت ارتش با ارتش آمریکا بود. حتی طوری شد که در سال اول جنگ که ما باید مطالعه بکنیم او طرح ها رو بنی صدر تو گاف صندوق ها چشید بیرون و عملیات چه او طرح ها همه شکست خورد همه اون طرح ها شکست تا اینکه بنی صدر به لحاظ برزد خیانت هایی که کرد سقوط کرد سکان و فرماندهی جنگ او در اختیار حضرت امام شد فرماندهی کل قوا ما شب فرماندهی کل قوا که امام شدن ما طرح داشتیم برنامه داشتیم اصلا محورش هم ازایی کرده بودیم ما تو سنگره عراقی رفته بودیم ما قمقمه عراقی ها رو سلاح عراقی ها رو آرپیزی عراقی ها رو وساله عراقی ها رو تی یه سال قبل که بنی سعد بود و نمیذاش ما حمله بکنیم ما اینا رو حتی تو سنگره شما عرشته اومده بودیم به عنوان نشانه که حتی یه رایه داریم یه بار به بنی سعد چه آقا ما این طوری آماده این طوری ما میتونیم شب بریم سر عراقی ها سر عراقی ها رو ببریم و بیاریم مثلا مخالفت هایی میکردن ما جبهه نگذاشتیم به حضرت خاموش بشید و اونا به حضرت خواب راحت برن تو یک سال هم و به محضی که امام شد فرمانده کل قوا ما عملیات فرمانده کل قوا خمینی روی خدا رو در محور دار کنن شهید خرازی و شهید ردانی و سردار صفوی دارن و اون موفقیت اول ما یعنی ما استارت اول رو زدیم گفتیم میشید استارت دوم ما از سه محور عملیات سامان الائمه بود که از محور فیاضی سردار احمد کاظمی بود